غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که حالا رئیس سازمان استاندارد ایران شده، مسئولی که رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی هم به مدیریتش انتقاد دارند. چه تخصصی برای رئیس سازمان استاندارد باید وجود داشته باشه که یک استاندار با سابقه نچندان درخشانی میتونه بیاد و در این مسند قرار بگیره؟ آیا واقعا در کشور ما اینقدر کمبود مدیریته که مدیران بعد از هر کاری که میکنن فقط از یک پستی به پست دیگه جابجا میشن؟ مدیران از بین نمیروند، فقط از صندلی به صندلی دیگه میروند. آقای شریعتی دیروز با حکم حسن روحانی به مدت 4 سال به ریاست سازمان استاندارد منصوب شد. برخلاف نظر منتقدان، رئیس جمهوری ایران دلیل انتخاب آقای شریعتی را تعهد و شایستگی او ذکر می کند. اما طبق ارزیابی وزارت کشور خود آقای روحانی که اخیراً منتشر شد، آقای شریعتی ضعیف‌ترین استاندار ایران بوده. بر اساس این گزارش رتبه آخر را کسب کرده، در حالی که استان خوزستان در سالهای گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده. انتقادها به جنبه‌های مختلف عمل کرده است. در سیل آذر ماه در استان خوزستان گفت مشکل آب گرفتگی به او ارتباطی ندارد. شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ از 4 سال. آقای شریعتی در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟ اگه خاطر شریفتون باشه، من اصلاً که این جزء وظایف شهرداری هاست. در صورتی که پیشتر گفته بود بابت فاضلاب خوزستان میلیون ها یورو دریافت کرده. این امسال 50 میلیون یورو الان در اختیار است برای اصلاح شبکه فاضلاب. در پیام خداحافظیش از سمت استانداری خوزستان از مردمداری صحبت کرد. تلاش کردم استاندار پشت میزنشین نباشم. تلاش کردم هم استاندار باشم هم مردمدار. اما پیشتر نحوه برخورد او با مردم معترض و سیل زده جنجال به پا کرده بود. ما کاری میکنیم در عرب های فقط برای سوریه. حرفای بی رفت نزن. مردم روستای قیزانیه اعتراضشان به دلیل بی‌آبی رسانه‌ای شد. آقای شریعتی وعده داد در چند هفته آبرسانی انجام شود. اما ماه‌ها بعد هنوز وضعیت اینطور بود. آجی این طرح آبرسانی که افتتاح کرد استانداری فردی کرد؟ یعنی نه عزیزم، هیچی برای این کرد. نحوه عمل کردش در قیزانیه صدای علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به حکومت را هم درآورد. قدیما می‌دیدید مثلا بعضی ها از این درشگاه‌های باری حمل می‌کردن جای مثلا چی، مثلا توش آب و وسیله و اینا می‌بردن، استاندار رو می‌بستن به یک گاری، می‌گفتم هر روز باید بری آب ببری. تو مرده بودی؟ که اینا اعتراض کنن، تظاهرات کنن. و این هم کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه. گزارش هایی از دادگاه غیر علنی مدیر عامل کارخانه هفت‌تپه منتشر شده، مبنی بر رشوه 10,000 دلار به همسر استاندار خوزستان. صاحب کارخانه متهم بزرگترین پرونده فساد ارضی کشور است. خوزستان استانی است که آب، نفت و گاز دارد، اما محروم است. کسی که مدیریتش در سطح استان مورد انتقاد بسیاری بوده، حالا قرار است کیفیت محصولات کل کشور را تضمین کند برای همه ایرانیان. پرهام قبادی، BBC.